تاری از مرزها در برف و سرما، عشق به وطن سختی نمی شناسد. میهن امروز وامدار کیاندارانی است که در راه پایداری امنیت ملی در سرمای زیر صفر درجه با قلبی که دعاهای مردم ایران زمین به آن گرمی می بخشند خدمت می کنند. ارتفاعات شما حضور پیدا کردین، ارتفاعات دوپازه، چندین هزار شهید در این مکان، در این محل، در این ارتفاعات برای دفاع از ایران اسلامی بهترین سرمایه خون جان خود را تقدیم نظام کرده. اینجا ارتفاعات دوپزه هستش و 5 متر بعد اینجا باریده و راه دارن در تلاشن که این راه های مواصلاتی به پاسگاه های مرزی رو بازگشایی کنن. طاقت آوردن در این ارتفاعات از توان خیلی ها خارج است، اما اراده مردان پولادین مرزبان بر همه سختی ها فائق آمده که نتیجهش مرز و بومی امن و ایمن است. سخت نیست با این عصایی که به دوش گرفتی و گردزنی میکنی توی این منطقه صعب العبور، خیلی سخت؟ نه اصلا سخت نیست، به عشق پاسداری از حریم مرزی جمهوری اسلامی ایران و مردم اصلا این تا چقدر سخت باشه پام به دوش خواهیم گرفت. درست مرزبانی سخته، ولی عشق به خانواده و عشق به وطن آدم اینجور سختی ها رو حس نمی کنه. شهرستان مرزی سردشت با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص راه‌ها و مناطقی صعب العبوری دارد و با کمی بارندگی تردد در این منطقه برای مرزبانان سخت‌تر می شود. ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو. این حافظان جان و مال و مرزهایمان همیشه با اقتدار در صف اول جانفشانی های ایران عزیز اسلامیون ایستاده اند. جمال ابراهیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی، ارتفاعات دوپزه سردشت.